בתשלומי מי חשבון, כאילו זה רחלת היגד, אריתרין, במדמדרים שחתיית יהודיין איראן, בזמי הרב התדיד והקדוש, אור שרגע, הרב השלום, דחות הדגן עלינו ועל כל ישראל, אמן, ירצו. אמן. דר, דר, בת, הם בדרים כ... اسم صحيح عشون شراغات يعني اسم فاميل خانواده شراغا نشارغا شراغا ان الشراغ شراغ شراغا اسم ارميه بارمي شراغ ميگه شراغا بس ان شراغا كه בפרסי חרי נדיקה, מנה שרגה, שרגה. ואין סדיק בסייר הליגד, דר יז דוניה עומדה, ואונג'ה דנגי מכרדה, דר אונג'ה דף שודה, וזכות יש מגן את המקום ישראל בשל. מה בעד נמיתונים על בתי בדרג'י אין שחדיר בסייר הליגד, برسیم نه درجهش نه نصف درجه نه یک صدوم درجه برای ما ممکن نیست چون نشمایی که این صدیق بزرگ داشته نشمای خیلی عالی بوده و برابر این برای ما هیچ میسر نیست که حتی به یک صدوم درجهش برسیم ولی بایستی تو اندازه سعی کنیم که از صفات پسندیده و عالی این شخصیت بزرگ یاد بگیریم و خودمون را تا یک ذره ایم برسونیم به درجهش این شخصیت چطور به چه طریقی به چه راهی رسید به این درجه البته چندین علت داره یکی دوتا نیست چندین علت هست و ما دو علت اصلی را ذکر میکنیم یکی اموناست امونا که این شخصیت داشته امونای واقعا بسیار محکم و راسخ بوده و چون این امونا قوی بوده هاشم درخت همش با هاشم درخت ملحق بوده یعنی دست هجم درخ در هر واقعی در هر مورد می دیده که این اتفاق همینطور خودی و بدون جهت اتفاق نیفت داده از جانب هشم درخ بوده و می دونسته که درک می کرده که چرا به خاطر چه عاملی این اتفاق افتاده مثلا اگر پولش گم می شد هیچ وقت احساس شکایت در گاهش مرخ نمی کرد اصلا در وجودش هیچ شکایتی احساس شکایتی ایجاد نمی شد چون می دونید که این پول گم شده از جانب هشم درخ بوده و فقط برای مصلحتش برای خوبیش یا اینکه این پول بعد برده به یک شخصی که در گیلگول قبلی بهش این بدنکار بوده رسیده به پول به رضای صاحبش یا اینکه به خاطر یک گناه خیلی کوچیکی که البته نسبت به درجه عالی و شامخ این شخصیت این عوان بزرگی بوده ولی برای ما نسبت ما چی نیست خیلی کم میدونسته که به خاطر این گناه این پول رفته که جانش سالم باشه یعنی هشم درخ خیلی اوقات هست که برای کفاره گناه باید یک نقصی به جانش به بدنش برسه ولی هشم درخ چیکار میکنه به انسان احسان میکنه و به جای اینکه عضوش ناقص بشه یک مرضی براش پیش بیاد مرض سخت بیاد
پول ازش میگیره و این تقدیر باطل میشه. پس این پولی که گم شد از بین رفت چی بوده؟ فدیه جانش، فدیه یک عضو از بدنش. پس این جای شکایت نیست، برعکس و شاد باشه، خوشحال باشه که حضرت ملخ بهش احسان بسیار بزرگ کرد که به جای اینکه یکی از اعضای بدنش ناقص بشن حتی شلام در دامه عمر از این رنج بکشه، یا اینکه در تخت مرض بیفته برای چند هفته، این پول گم شد. خیلی خوب، بس این جای شکر و سپاسگزاری از جای معشمان هست، جای خوشحالی هست، جای شادی هست و هیچ اصلا موضوع غم و غصه و نگرانی و دلپسی اصلا معنی نداره، هیچ اصلا جای هیچ جای این نگرانی و دلپسی نیست و فقط خوشحالیه، شادیه از این که هشمرخ بهش احسان بزرگ کرده. این مثلا یکی از نکاتی که به خاطر ایمان راسخ به هشمرخ که هشمرخ فقط خوبیه انتنا میخواد، این نکته از این ناشی میشه که به خاطر اینکه انسان ایمان داره به هشمرخ که هرچی اتفاق میفته از جانب هشمرخ هست و هشمرخ هیچ وقت به انسان بی خودی اذیت نمی کنه و آزار نمیده و ناراحت نمی کنه، فقط به خاطر خوبی هست، این ایمان محکم اینطور باعث میشه که انسان هیچ وقت در زندگی احساس نکنه که هشمرخ بهش بدی کرده، بهش بی خودی اذیت کرده. نه، همه این ایسورین ها، همه این سختی ها فقط برای خوشبختی و سعادت انسانه. یک گاهی اوقات هست که برای قوم اسرائیل، دشمن قوم اسرائیل، یک تقدیری سختی مقدر شده و یک صدیق خیلی بزرگی بایستی یک پولی از دست بده یا یک سختی بکشه تا این تقدیر باطل بشه. پس این شده عامل نجات قوم اسرائیل. بعد برای این بعد انسان غمگین باشه، قصه‌دار باشه، ناراحت باشه. چه ناراحتی؟ برعکس خوشحالیه خیلی خیلی بزرگ، خوشحالیه خیلی عالی، شادی و احساس خوشبختی، سعادت. و همینطور هم اگر به این شخصیت کسی می اومد و توهین میکرد، مثلا نمیدونم کسی بوده تا اگر فرض کنیم توهین میکرد، این عیناً مثل داوید امیرخ علیه السلام که وقتی که از دست ابشالوم پسرش فرار میکرد، در راه شمعی بن گرا اومد و جلوی افسرها و دریداران و همراهان داوید امیرخ علیه السلام به داوید امیرخ علیه السلام توهین کرد، بسیار سخت، نسبت های بسیار زشت به داوید امیرخ داد که یکی از اینها رسته قاتله که این باعث شده که اوریا هیتی این کشته بشه. این نسب نسبت قطره داد و همینطور چندین نسبت دیگه بسیار شرم‌آور در جلوی کی؟ در جلوی تمام اون همراهان داوید امیرخ. بنابراین پسر خواهرای داوید امیرخ یا بنتوریاس، ابیشاد بنتوریا میخواستن بگیرن شمعی بنگر بکشن، دارید به بادره توهین میکنه، گفتن ما بریم اینو بکشیم، از بین بریم. داوید امیرخ چی فرمود؟ نه، که به این دست نزنید، کاری نکنید. چرا؟
که به خاطر گناهی که من دارم این یک نیروی دادستان بدخواه ایجاد شده که این نیرو شمی بگیدر بادر میکنه که این نسبت ها رو من بده، من به من توهین بکنه، من خجالت بده تا این گناه پاک بشه، از بین بره، این گناه کفاره بشه. پس به این دست نزنید، بلش کنید. خب این فرمودن همون موقع داوید ملک علیه السلام مزدکی شد که بشه پایه چهارم کرسی جلال، جلال شماره کرسی کسرا کبود. سه این هر کرسی هر صندلی چهار پایه داره، سه پایه به خاطر ابراهام یتاق و یعقوب علیه السلام این بوده و پایه چهارم کس بوده. کی این پایه چهارم را تکمیل کرده؟ دمیدرمه شد پایه چهارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایمان کامل داشت که این توهین سختی که شیمین به نگرام میکنه از جانب هشت برخه برای کفارت ابنوته و جای انتقام گرفتن از شیمین به نگرام نیست. حسن میفرمونن به خاطر این مذکی شد که بشه پایه چهارم کرسی جلال رسول برخ. حالا این شمت این شخصیت ربی او را شراخ آرام سلام همین صفت را داشته که اگر به کسی توهین میکرد نمیاد به این دشمن بشه و به هزار تا فوش و ناسده بگه و از این انتقام بگیره و از این و این دشمن بشه و تا اونجایی که میکنه از این انتقام بگیره و اذیتش کنه. چرا این کار کردی؟ من چیکار کردم؟ اینطور نبوده. برعکس اینا مثل داوید ملک علیه السلام این توهین ها و این نسبت های بد را بر خودش قبول میکرده و بنابراین به درجه عالی نائل شده همونطور که ما میدونیم. و این ما بعد از این صفت ایشون یاد بگیریم که بدونیم که به خاطر این صفت که داشته ایمان کامل به هشن برخ و نظارت هشن برخ بر تمام دنیا تمام مخلوقات و هیچ اتفاقی بدون خط هشن برخ نمیفته، هیچ اتفاقی ماجرایی پیش نمیاد فقط به خاطر تقدیر هشن برخ. پس اگر کسی ما بدی بکنه، ما را پشت بده، ما را اذیت بکنه، این عامل هستی کیه؟ خود ما هستیم. به خاطر اینکه ما گناهی داریم که این گناه که از این گناه یک نیروی دادستان موذی و خرابکار ایجاد شده، این باعث شده که سر ما یک اتفاق ناگواری رخ بده. پس چاره چیه؟ تجمع کردن توبه کردن و اعتراف کردن به دولت ملک که ما گناه کردیم، خطا کردیم و به گناه اعتراف میکنیم و ما از گناه کردیم پشیمان هستیم، برخم قبول میکنیم که این گناه را ما مرتکب نشیم. بعد اشان درخت درخواست که ما را ببخشه. این شد راه صحیح درست و درست هر گونه اتفاق ناگواری که برای انسان پیش میاد. و بنابراین ما باید از این یاد بگیریم و این روش زندگی را در پیش بگیریم و بدونیم که به خاطر این ما میتونیم به درجات بسیار عالی ما ارتقا بیاویم و تا اندازه نه اینکه واقعا بلکه تا اندازه یه ذره ما خودمون شبیه بشیم به این صدیق بسیار عالی قدر. بنابراین باید انسان ایمان خودش را تقویت کنه. این ایمان ما خیال نکنیم که هر فرد اسرائیل ایمان داره، ایمانش
شبیه هر فرد دیگه اسرائیل نه اینطور نیست. در درجات ایمان میلیون ها درجه هستن، میلیون درجه، و هر کسی در یک درجه به خصوصی قرار داره. مثل اینکه میلیون ها پله هستن، هر کدام از فرد در پله قرار داره و این درجات انسان باید سعی کنه تا اونجا که ممکن داره روز به روز خودش را در درجات ایمان اطلاع بده که بره بالا بره و هرچی بیشتر بهتر. چون هر که انسان ایمانش قوی تر باشه این بیشتر میتونه وقایع ناگوار تلخ زندگی را بپذیره بدون اینکه کوچکترین احساس شکوه و شکایت نسبت بشن برخ در خود ایجاد بشه. و این اتبرخ هم امیر اشم برخ با این انسان به همراه انسان هست و در هر اتفاق سختی در هر وضعیتی به این انسان کمک میکنه که از این سختی و تنگی نجات پیدا کنه. بنابراین باید انسان سعی کنه که تقویت ایمان در هر روز تقویت ایمان بیشتر تقویت کنه. و تقویت ایمان به چه طریقه؟ ما 13 اصل ایمان داریم که این 13 اصل را ما بایستی ایمان داشته باشیم. هیچی بلکه هرچه بیشتر هر روز بیشتر این ایمان را ما محکمتر بکنیم. مثلا شاقت برخو نمسا و مشگیا، ما میدونیم ایمان داریم هشت براخ هست و مشگیا، یعنی مشگیا نه این مثل بود پرستایی که میگفتن که هشت براخ این دنیا را ول کرده میره، اصلا با این کار داره، فقط این رهبری دنیا را سپرده به این ستاره و این ستاره و این موجود و این حیوان و این همش بود پرستیه. بعد ما ایمان کامل داشته باشیم که از براخ مشگیه نظارت بسیار دقیق و صحیح به تمام مخلوقاتش. ما یک داستانی تعریف کنیم که تا چند روزه از براخ بر مخلوقاتش نظارت داره و در نظر داره که به اینها کمک میکنه، اینها را از سختی نجات بده. یه بار ربی اسرائیل بعل شم طب علیه السلام با شاگردانش در یک صحرایی، یک دشتی، یک جنگلی اینا عمر میکردن. ناگهان یک باد بسیار شدیدی وزید و بعد از چند سنه رد شد. اگه باد میاد باد یواش یواش میاد که قوی میشه شدت پیدا میکنه. ایش وقت باد یه مرده بسیار شدید چنچنی نید که باد بسیار شدید یه مرده بزش بکنه دوباره بعد از چند سنه رد بشه. چنچنی نید این چیز طبیعی نید. طبیعی باد اگر باد بزه این یواش یواش شدت پیدا میکنه، بعد مدتی یواش یواش کم کم ضعیف میشه و قطع میشه. و این نه اینکه یه مرتبه با این شدت بده فوری قطع بشه. برای این شاگردان ربی اسرائیل بعل شم طب علیه السلام پرسیدن جناب سرور ما، این باد شدید که اومده ناگهان به طور خیلی زود قطع شد، این علت چی بوده؟ ربی اسرائیل بعل شم طب فرماد این در یک روی یک شاخه درختی یک کرمی قرار داشت. این کرم روی زیر آفتاب بود، آفتاب این کرم را خیلی اذیت میکرد، ناراحت میکرد. این کرم درگاهی براش استفاده کرد که این را از این سختی و از این عذابی که درش قرار داره نجات بده. چیکار بکنه زیر این آفتاب داغ؟ این خیلی اذیت میکنه. بنابراین از براخ
صدا فریاد این کرم را شنید، فوری باد آمد و انداخت روی چمنی، روی جای سایه، و این کرم از ناراحتی و عذابی که میکشید نجات پیدا کرد. پس میبینیم که این نجات این کرم به خاطر چی بود؟ به خاطر استغاثه که کرد به درگاه چون براخ، و چون براخ استغاثه این کرم را شنید، قبول پذیرفت، و بعد شدید اومد و انداخت روی جایی که سایه است. همینطور هم فاری دار که یه رفعه اومد کسی پیشش گفت که چند مدت زیادی که زنش حمله نمیشه و اینا ناراحت هستن، چرا حمله نمیشه؟ بهش گفت برای اینکه شما در خونتون مرغ خروس دارین، مرغ خروس، و اینا جوجه پدیدار شده، این جوجه ها میخوان برن جایی برای خوردن دانه یا نوشیدن آب. یک نردبانی بود کوچیک اونجا هست که این جوجه ها میرفتن بالا. ولی یه روزی همسر شما تصمیم گرفت که این نردبان را بذاره جای دیگه، این ممکنه که این دارن کر میگیره، این برم کثیف بشه. حالا این جوجه ها میخواستن برن آب بخورن، نمیتونن آب خوردن برایشون مؤثر نیست. اینا به درگاه براخ فریاد دادن که به طوری اینها را از این تشنگی و از این عذاب نجات بده. بخاطر اینه که همتر تو آبتن نمیشه، برو فوری این دردبان را برگردن تا این جوجه ها بتونن برن برای خوردن آب، و این مسئله تو حل میشه. هم در کار و حل شد. از این داستان ها خیلی هست. مثلا در مدراش میفرماد که یه دفعه کسی بود که بستی به توسط یک عقرب مجازات بشه به کار گناهی که داره. این عقرب کجا بود؟ این انسان کجا بود؟ این انسان بین این عقرب و انسان یه رودخانه بود که این رودخانه مانع میشد که این عقرب برسه به اون شخص. خب حالا چی میشه؟ اجانب هشت براخت یک گورباغه‌ای اومد استاد نزدیک ساحل رودخانه، و این عقرب اومد نشست روی پشت این گرباغه شناکنان رفت به این طرف رودخانه. این عقرب از این پیاده شد، رفت این شخص را گزید. این مدرس ربا در پرشای نبری حکات اینجا این داستان تعریف میکنه که این عقرب میخواست این شخص را نیست دانه، ولی امکان نداشت. به خاطر این برابر این یک گرباغه مأمور شد این عقرب را منتقل کنه به این طرف، و عقرب مأموریت خودش را انجام بده. ببینید تا چه اندازه این نظارت بر همه مخلوقات هست، و هیچ وقت چیز بی خودی بی جهت اتفاق نمیفته. از این ما اگر ایمان خود را کمی بکنیم شغل نمیته و مشکیه از برای هست، و عرب بر این بر تمام مخلوقات نظارت میکنه، دیگه ما زندگی ما اصلا کاملا عوض میشه. دیگه کسی که اینطور ایمانش کمی بشه هیچ وقت دزدی نمیکنه، هیچ کسی گول نمیزنه، هیچ وقت به کسی که بهش بدی کرده دشمن نمیشه، انتقام نمیگیره، و الاخر. بس این چقدر مهمه برای اصلاح زندگی انسان. این انسان هیچ وقت گوشه‌دار نیست، هیچ وقت عصبانی نیست، هیچ وقت به کسی پرخاش نمی کنه چرا این کار کردی، چرا من چرا، چون میدونه که همه از جانب از برخه.
جای دشمنی ها، کین توزی ها، انتقام جوری دیگه نیست. همه جرم در همه به خاطر خوبی انسانه. و این موضوع هم باید بدونیم که هیچ وقت در دنیا، در خلقت بده مطلق بدون هیچ خوبی نیست. این بد کامل در خلقت وجود نداره. هر بدی، هر موجود ظاهراً بلازننده یا موزی مضر یک خوبی داره، یک خیلی داره. برای ما یه داستان دیگه هم تعریف کنم که شخصی بود مثل اسرائیل بود، این مار میاد و پشتش را نیش میزنه و اینا فوری برن بیمارستان، دکترها میگیرن و مداره میکنن، معالجه میکنن. بعد برای اینا چی معلوم میشه؟ که در این شخص یک ویروس خطرناک و کشنده بوده که چی؟ که تنها راه از بین بردن ویروس چی بوده؟ زهر مار بوده. این مار که میاد از جانب هشون برخ پاشن هم میگذب و زهر خود داخل میکنه، ویروس هم میکشه و این از مرگ حتمی خلاص میشه. اگر این مار این شخص را نیش نمیزد، ویروس میومد یواش یواش میرسید به قلب، نمیدونم به یک اعضای مهم بدنش، این از بین میبرد، این از بین میرفت، هلاک میشد. مار اومد این را گزید که فوری برن دکتر این را معالجه کنن. در ضمن معلوم میشه که این ویروس به خاطر این زهر مار کشته شد، از بین را بر بخشه. ببینید تا چه اندازه سبراخ نظرت داره. و حتی مار خطرناک شد چی شد؟ شد عامل حیات این شخص. پس مار به اون زهرش چی شد؟ شد این شخص را از مرگ حتمی خلاص کرد. همینطور هم مثلا بحث کنیم، هر نمونه خیلی هست که بد مطلق نیست، بد مطلق، بد 100% نیست، غیر ممکنه. مثلا بگیریم ما امالق مثلا، امالق از این بدتر هست. امالق مظهر بد و بدی و بیرحمی و خونریزی و دشمنی و همه چیز. چی امالق؟ دوباره این دخزان ورخ برموده تیم هیز دخل امالق. امالق یک عامل بسیار خطرناک و بسیار ضد ایمان است که بعد این باید از بین برد. خب حالا این امالق با این همه بدی که داره چی شده؟ شده یک عامل تکمیل کردن میسوای تورا. یعنی اگر امالک نبود در میسوای تورا کم بودی بود، نقص بود. چی بود؟ ما در تورا داریم سه دست فرمان داریم، محاتم های دقل امالک. این یک میسوای سه فرمان امر. همینطور لوتشکه که این بدی که امالق کرده فراموش نکن و پس این دو مصباح، سه مصباح در حقیقت، سه مصباح محاتم هست در امالق لوتشکه. و یک مصباح دیگه هم هست که این سه مصباح اینها اگر اینا نبودن در ما در تورا که داریم 613 فرمان هست.
تبيتو تشلهاش فارما من عمر سيسادو شرطبان فارما هناي با إن ستا مثبها كي باي شده كي إن ستا مثبها دار دنيا بيت دار بشان عماليق تم هيدا عماليق دخور دخور تم هيدا عماليق يك مثايا فارمان عم دخور چیه؟ اینم انتظار بعد همیشه یاد داشته باشه که عمل خیلی دو میتر بدی کرده لطیش کن براموش نکن حالا اگر عمل نبود میتوایی تلا چقدر بودن؟ 610 تا تا یعنی عمل شده تکمیل کننده میتوایی تورا و ما میدونیم که 248 میتوایی هم که داریم فرمان عام مطابق چی 248 عضو نشما نفش روح نشما 645 مطابق 345 رگ بدن رگ این ما با انجام دادن این سوها اون نشمایی که داریم تکمیل میکنیم نشمای ما از این مصباح چی میگنن؟ تغذیه میگنن همینطور همینطور 365 امر نهی هم اینا به بدن به نشمای ما اینا تغذیه باعث تغذیه میشن و اگر عمالق نبود یعنی ناقص بودن ما در تا ابد یعنی عمالق شد تغییر کننده نشمای ما تکمیل کننده ابدیت ما این عمله با این همه سختی و این همه نکات منفی داره شده تکمیل کننده میسوای تورا همینطورم عمله اگر عمله نبود اگه پوریم بود پوریم نبود پوریم از چی اومد؟ از همان کی بود؟ نصر عمله ما این همه مثبت در پوریم انجام میدیم خوندن مگیلا و مثل همانو تو مردان بیانیم تو در پوریم کی باید شده؟ عمالق همینطور در مشنایوت که ما داریم یکی از مستخت ها چیه؟ مگیلا اگر عمالق نبود این مستخت بود؟ نبود پس این عمالق شد یه نوع عامل مصباحای بیشمار ما هر وقت که ما عمالق را یاد میاریم و فوشش میدیم لعنت میکنیم ما داریم دو مصباح انجام میدیم زخور لطشکا ببینید از مقدی که عمالق از مقدی هجر درخ فرمون محوط محوط در عمالق زخور لطشکا تعداد میتوایی که گومیتران انجام دادن بیشماره تریلیون ها هزاران میلیارد در همین دیگه هر وقت ما عمالق میگیریم فوش میدیم و لعنت میکنیم داریم دو میتر انجام میدیم اگر عمالق نبود این مزد داشتیم نداشتیم بس میبینیم که وقتی انسان این موضوع رو بدونه که بد مطلق به 100% در دوران نیست هر بدی منفی که ما ببینیم یک خوبی داره یک نقطه مثبت داره بنابراین انسان اگر خود عادت بده که خوشبین باشه به بقای زندگی خوشبین باشه و فقط نقطه خوبه این موضوع رو بینه همیشه خوشحاله همیشه شاده همیشه از زندگی راضیه هیچ وقت در غیر من شکایت نمی کنه ناشکری نمی کنه از کسی انتقام نمی گیره بدونه که هر یسترین قدم بکشه برای خوبیشه بعد موضوع انتقام اینا چیه؟ اینا همش بی خود و بی جهته یعنی انسان این موضوع را درده باشه و ایمان خود را تکمیل بکنه تا اینکه شبیه این شخصیت بزرگ ربنو اورشراغا علیه السلام این ما بتونیم به اجبار نزدیک بشیم شد برای اختبالای ما را متفاید برماد
רבי דודין, מעזרם, משיח משיח, אמן תלתו. מי שברך עומד על הקדש עם אברהם, עד אברהם, עד אברהם, התברך עומד על ידי ברך את כל הכוחה לקדש הזה. הם, ומשהם, הם, כל העזר להם, על כד העם יברך כל אחד ואחד, שבזכות את הדית הקדוש, אור שרגה, אז ברוך הוא, ידקד כל אחד ואחד, להימשע מכל מיני ישועות, כל מיני... וכל מיני ישועות, אם זה, אם זה פרנסה, אם זה בריאות, אם זה... כל מה שצריך, והצדיק הזה יעמוד בעולם, בעולם העליון, יתפלל על כל עם ישראל הקדושים, שיבשעו מכל צרותיהם, וחלום נזכה לראות פני המשך בגדנו, אמן כרצון. Wir haben einen Jungen.